در استودیو فعلا دو مهمان عزیز داریم که امروز همه ما یک رنگ و یک رقم کالا پوشیدیم، واسکت های سیاه و پیرانتومان های سفید. خیلی خوش هستم که هر دوی تان در استودیو دارم. نقیب الله و عثمان، جوانان موفق از ولایت باستانی هرات، السلام علیکم، بسیار خوش آمدین، صبحتان بخیر. علیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. عرض سلام و احترامات خدمت شما مجری موفق، دوستان شما، همکاران شما، بینندگان عزیز برنامه سلام صبح خیر. امید بر این است که همگان تندرست، عافیت و خوشحال باشند. بنده نقیب الله شهابی هستم، مسئولیت از ولایت غور، ولسوالی پسابند و فعلا یکی از نشمندان در ولایت هرات باستان. امروز در کابل هستیم و در خدمت شما. تشکر. قربانش. به نام آن که هستی از عدم کرد، به نام آن که هستی از عدم کرد، زلال علم جاری از قلم کرد. نام خدا. و نور خود چراغ دانش افروخت، به انسان شیوه دانایی آموخت. عرض سلام و درود و مهر خدمت شما جناب مجری موفق، همکاران بخش تکنیک، و همچنان سلام گرم خدمت تمامی بیننده های عزیز برنامه سلام صبح بخیر. امیدوارم که همگی شما از صحتمندی کامل برخوردار بوده و لباس عافیت بر تن داشته باشید. بنده محمد عثمان احمدی تخلص میکنم، یکی از باشندگان ولایت زیبای هرات باستان، همچنان امروز در خدمت شما عزیزان قرار دارم. بسیار خوش آمدین، خوشحال هستم شما را امروز در برنامه دارم. نقیب الله جان و عثمان جان، امروز ما هستان خواهد زیاد سوال پرسیدم و چطور که امروز همه ما یک رنگ کالا پوشیدیم، اتفاق است یا شما همیشه همه تو سفید و سیاه لباس می پوشین؟ جناب استاد عزیز، ما معمولا باشه در ابتدای اشاره بکنم که ما تحت یک تیم کار میکنیم، گروهن در ولایت هرات و سایر ولایت حوزه غرب، حتی در کابل شما فعالیت هایی داریم به اسم خلاقیت های برتر، یعنی استعداد های برتر، جوانان برتر، با انگیزه های برتر، الحمدلله. و اکثرا ما یک رنگ می پوشیم، اگر دریشی داریم، اگر لباسی داریم رنگ اونها، و امروز لباس من و شما هم رنگ شده. میگه همدلی از همزبانی بهتره، و امروز ما و شما هم همدل هستیم، هم لباس هستیم، که واقعا اولین خاطره ای ما در اولین قسمت برنامه برای ما خاطره بزرگ ثبت شد، اینکه واقعا لباس های هر سه نفر ما و شما یک رنگ هست، و این برای من در ابتدا خیلی خوشایند بود و خیلی از این خوشنود هستم. و فکر می کنم مرا مزویت بدین در جامعه تان و در بزرگ ما هستین، تاج سر ما هستین، در خدمت شما هستیم. ان شاء الله که نصیب باشه شما در هرات عزیز تشریف بیاورین و ما حتما سر تا با در خدمت شما هستیم ان شاء الله. من ولایت هرات خیلی خوش دارم و اگه کدام وقت آمدم حتما مزاحمتان میشم، میخوایم جای باستانی شو ببینم. مزاحم نیستین، مرهم هستین، در خدمت شما. شما زنده باشین. نقیب الله جان، میخوایم درباره جوانان و جامعه از خودت سوال بپرسم، و سوال من این است که یک جوان در جامعه چی نقش داره؟ سوال خیلی شیرین و جذابه. استاد عزیز، من خود من حیث مدرس فن سخنرانی مدت 4 سال الی 5 سال میشه که تدریس میکنم، با جوانان زیادی سر و کار داشتیم، با از جوانان مختلف، با فرهنگای مختلف، از ولایت مختلف سر و کار داشتیم. جوان ستون فقرات یک جامعه. بله. و خوشبختانه افغانستان نسل جوانی زیاد هست، یعنی افغانستان یک کشور جوانی هست. چرا؟ چون نسل جوانی از زیاد و قوی هست، و نقش جوانان در جامعه بی‌نهایت زیاد است. اگر به جوانان، یعنی به ستون فقرات یک جامعه در توجه صورت نگیره، فکر کنم که یک ضربه بزرگی در اون ملت و در اون کشور می باشه. نقش جوانان هم از لحاظ تحصیل، علم، فرهنگ ها، اجتماعات خیلی مهم و زیاد. و من همیشه از هر کس، از هر بزرگی، از هر سیاستمداری، از هر فرهنگی خواهان این بودم که مشوقگر جوانان باشن، کوشش کنن از جوانان، از ذهنیت اونها، از ایده های اونها استفاده بکنن، نه اون که بالاخره اونها را وقت و نارضای بکنن، از اونها استفاده سو بکنن بالاخره. پس جوان و نقش جوان در یک جامعه زیاد است. چرا؟ چون جوان وقتی میبینیم صورت یوزو، جسم یوزو جوانه، دقیقاً ایده یوزو، عقل یوزو، فکر یوزو، اندیشه یوزو هم جوان میباشه. پس میتوان از ایده جوان،
از فکر جوان، از قوت جوان، از نیروی جوان، از شجاعت جوان، از خلاقیت جوان، از استعداد جوان استفاده قشنگ را برد برای آینده درخشان، برای آینده روشن، و این که می توان از جوان استفاده درست کرد و آینده روشن چون شما برای او ساخت. نقیب الله جان، شما در خلاقیت برتر، در نهاد خلاقیت برتر، یکی دیگر را به تخلص صدا میکنین یا به اسم خودشان صدا میکنین؟ ما فرق میکنه، مکانهای وقت خودمانی باشیم در جلسات اگر تخلص بیان کنیم حتما یک کلمه جان، یعنی یک کلمه محبت انگیزی هم میگیم. شما نقیب الله را چی صدا میکنین؟ همیشه ما جناب شهابی صاحب، شهابی صاحب میگیم، بیشتر شهابی صاحب. بله. ما چی صدا میکنین؟ احمدی صاحب و اکثرا عثمان جان میگم، چون زیاد اینا رو دوست دارم و سلامت. خیلی در قلب ما عزیز هستن، محبوب هستن و جایگاه خاص دارن. این جان به خاطر محبت زیادی که بهشان دارم صدا میکنم. من شهابی صاحب صدایتان کنم و احمدی صاحب یا نقیب جان و عثمان جان صدایتان کنم، هر کدامی که راحت هستید. ما در برادر کوچکتون هستم، خواهش میکنم. در نهاد خلاقیت های برتر شما کدام وظیفه را دارین، کدام کارها را به جامعه میکنین، کدام کارها را به نسل جوان میکنین و کدام آدم ها میتونن که عضویت گروه شما را بدست بگیره یا بیعت شما همکار شود؟ خیلی خوب، خلاقیت های برتر خود یک اسم عمومیه که ما استفاده میکنیم و این چندین بخش داره، بخش فرهنگی داره، اجتماعی داره، برو بخش آموزشی داره، اقتصادی داره و فلان برنامه ها. و بیشترین برد الحمدلله ما در بخش فرهنگی داریم که جناب احمدی صاحب مسئول از بخش هستن و فعالیت های ما در حال حاضر باش از ابتدا شروع بکنم که ما در محافل عروسی، ختم قرآن، فراغت و سایر برنامه ها ما گردانندگی داریم که الحمدلله امروز اکثریت محافل عروسی، شیرینی خوری، اینها در هرات ما فعالیت داریم و یک برد خیلی خاصی داریم. یک گروه هستیم در این بخش، بخش گردانندگی ما یک گروهی داره و یکی هست بزم برتر که جناب احمدی صاحب مسئولی هستن که سال قبل ما در کابل عزیز تشریف آوردیم، الحمدلله با بزرگان کابل توانستیم بزم خود را به کابل هم برگزار بکنیم و سایر همچنان ما حدودی 11 جلسه بزم خود را برگزار کردیم و در 11 مکان در هرات باستان بزمهای شعرخوانی، شعر و ادب و فرهنگ جایگاه خاصی داره، خیلی محبوبه، خیلی مشهوره، خیلی جوانان به او علاقمندی نشان میدن و یکی از بردهای ما بخش فرهنگی میباشه. همچنان فعالیت ها و برنامه های دیگر خود من قبلا هم اشاره کردم، چون مدرس فن سخنرانی هستم و الحمدلله تا امروز از صنف های ابتدایی و نخبگان چندین صنف فراغت دادم که در حال حاضر هم همین امروز ساعت 1 تا 2 ما به هرات صنف ما برگزار میشه، ولی که خود ما حضور ندارم، الحمدلله دوستان و همکارانی دارم که خود اونها، یعنی خود شاگردان، این قدرت و تسلط دارن که بدون استاد امروز برن صنف خود را برگزار بکنن، پس رخصت بشن برن. و صنف های سخنرانی که داشتیم زیادتر برد ما در صنف های سخنرانی داشت. شما سوال کردین که چه کسانی می توانن وارد ازی صنف ازی تیم بشن، یعنی عضویت بگیرن. کسانی که حداقل یک دوره فن سخنرانی خوانده باشن، یعنی با چی میگن نطق بیان داشته باشی، یا قدرتی بیان داشته باشی، چون اکثرا ما سمینارهایی که برگزار میکنیم، محافل و مجالس برگزار میکنیم، او دوست ما و همکار ما مجبوره که حداقل یک دکلمه شعری، 4 کلمه صحبت کرده بتونه در جمع های بزرگ، چون ما خلاقیت های برتر گذاشتیم، یعنی استعداد های برتر. کسانی که جدید در جمع ما میپیوندن، ما کوشش میکنیم که ابتدا اگر خود یا خلاقیت خود را، استعداد خود را نمیشناسه، با او همکاری بکنم که استعداد واقعی خود را یا خلاقیت واقعی خود را در بیابه و از او استفاده بکنه و تا اینکه یک آینده نظر به خلاقیتی که داره چیکار بکنه برای خود بسازه. دقیقاً. از عثمان جان میخوایم پرسان کنم که مسئول بزم برتر هم هستم، بسیار یک کوتاه یک معلومات برام بده، فکر کنم یک دانه شعرم باید به ما بخونین به خاطر زیاد کردین. تشکر، ممنون جناب شهابی صاحب، معلومات همگیر دادن در بخش تیم خلاقیت های برتر که مدت 1 سال و 8 ماه میشه افتتاح شده. در بخش فرهنگی مسئول بخش فرهنگی بنده هستم و همچنان بزم برتری که هست مدت 1 سال و 8 ماه میشه در حدود 11 جلسه برگزار شده بزم برتر در ولایات مختلف، در ولسوالی های مختلف، در ولایت زیبای کابل یک بار برگزار شد، در ولایت زیبای غور برگزار کردیم، در ولایت زیبای بادغیس دوستان رفتن برگزار کردن، در ولسوالی زیبای کروخ در ولایت هرات
در ولسوالی زیبای کشک‌رباط سنگی و همچنان در داخل خود ولایت هرات بزم شعرخوانی برگزار میشه. قسمی که جناب شاوی صاحب معلومات دادن، هرات شهر علم و فرهنگه و شهر اولیاء الله، شهر خواجه انصاره و همچنان در بخش شعر و دکلمه بیشتر دوستای هراتی ما بیشتر علاقه مندن. فعلا هم در هرات در حدود 4-5 تا بزم شعرخوانی هر هفته برگزار میشه و همچنان بزم برتر که بود متفاوت‌تر از بزم ها برگزار میشد در سطح هرات و همچنان انشالله تصمیم داریم اگر بشه در ولایت زیبای کابل هم در مدت که هستیم بزم برتر برگزار بکنیم. بزم برتر مرا میمون میکنین؟ انشالله حتما، یکی از مهمانان ویژه ما شما هستیم. خواهش میکنم، سلامت باشین. میخواهیم در این بزم برتر تان اشراک کنم. البته من قدر بسیار خوب شعر گفتن نمیتونم. اگر شما یک دانه شعر بگین، باز مرم امروز کمک دلم شده که یک دانه شعر بگویم. از کدامتان شروع کنیم؟ فرق جناب احمدی صاحب بعد بخونن چون تشکر. شعر در وصف پدر میخوانم. نام خدا. ای پدر ای با دل من هم نشین، ای پدر ای با دل من هم نشین، ای صمیمی ای برانگشتر نگین، ای پدر ای همدم تنهاییم، ای پدر ای همدم تنهاییم، آشنایی با غم و شیداییم، ای تنین نام تو بر گوش من، ای پناه گریه خاموش من، همچو باران مهربان بر من ببار، همچو باران مهربان بر من ببار، ای که هستی مثل ابر نوبهار، در صداقت برتر از آینه ای، در رفاقت در صداقت برتر از آینه ای، در رفاقت باده ای بی کینه ای، ای سپیدار بلند و پایدار، ای سپیدار بلند و بی پایدار، میبرم نام تو را با افتخار، هر چه دارم از تو دارم ای پدر، هر چه دارم از تو دارم ای پدر، ای که هستی نور چشم و تاج سر، رحمت بارانی روشن تبار، مهربانی از تو مانده یادگار، ای پدر بوی شقایق می دهی، عاشقی را یاد عاشق می دهی، با تو سبزم گل بهارم ای پدر، با تو سبزم گل بهارم ای پدر، هر چه دارم از تو دارم ای پدر، هر چه دارم از تو دارم ای پدر. لذت بردیم، سلامت باشیم، تشکر. بسیار صدا گیرم، من تو نمیتونم دکلمه کنم. سلامت باشیم استادم، با امید از یک بازم دعوت شام. اشعابی چای به شما میشنیم. سلامت باشیم، تشکر. قبل از اینکه من به ایراد دکلمه ببردم نظام، میخوایم یک دردیر برای شما شریک بسازم. هرچه هست از جانب خداوند است و ما نمیتونیم ناشکری بکنیم. هرچه که میای از جانب زو میاد، در هر حالت خدای است شکرگزار هستیم، ممنون هستیم. و احمد صاحب راجع به پدر شعر خواندن و اگر اجازه شما و دوستان باشه، میخوام شعری که خود من نوشته کردم در وصف مادر شهید خود برای شما دکلمه بکنم. امشب شعر من در وصف روی مادر است، امشب شعر من در وصف روی مادر است، جانم به فدایش دلم در آرزوی مادر است، این دلی ناچار من شده غمخوار او، هستی من فدای یک تار موی مادر است، در دل من امشب نمی گنجد چیزی دیگری،
فقط به یاد دو چشم و ابروی مادر است. می خندد دایما از لطف خوشش مادری من، خنده و مهربانی عادت و خوی مادر است. شعر و شاعری می زیبد در وصفی وی، ذهن من دایما در جستجوی مادر است. وه که مایان دلی خوشی داریم در زندگی، این همه از فیضی دعا و آبروی مادر است. بدان قدر او را که دیر می گردد ای عزیز، که آرامشی دنیای تو در پهلوی مادر است. بدان قدر او را که دیر می گردد ای عزیز، که آرامشی دنیای تو در پهلوی مادر است. دلت تا نرنجیده باشد نروی در پیش او، بهای دنیا کمتر از یک علنگوی مادر است. شهابی که ندارد مادری در زندگی، شهابی که ندارد مادری در زندگی، ولیک می داند بهترین بوی مادر است. شهابی که ندارد مادری در زندگی، ولیک می داند بهترین بوی مادر است. بهترین بوی مادر است. بوی مادر است. ممنون. شعبی صاحب میگه زندگی بی غم نیست باور میکنم. هر کی را غم نیست آدم نیست باور میکنم. هر انسان در زندگی خود یک غم داره و هر غم و هر خوشی از طرف الله پاک است. خداوند بعد دردایتان مرحمت بگذاره. و بسیار خوش شدم و البته شعرتان از سبک بیانتان خوش شدم، اما از دانه دانه متنش یک حس خوب برم دست نداد، به خاطر از اینکه شما مادرتان عزیز داده بودین به خاطر. خداوند رحمتش کنه. بسیار خوشحال شدم که امروز شما رو در برنامه داشتم و در اخیر برنامه کوتاه میخواییم پیام اردویتانم داشته باشم. پیام من زیادتر برمیگرده پس با ما سوالی که در ابتدا داشته به نسل جوان، این است که کینه و کدورت تخریب کردن جوانان در کل نسل، چه جوان باشه چه پیر باشه، و از پشت سر حرف زدن پرهیز بکنن، چون چیزی جز ضایع کردن وقت و سیاه کردن اعمال بد انسان نیست. بله. پس به جای از کوشش بکنیم مطالعه داشته باشیم، یک شعر رو بخوانیم، یک متن رو بخوانیم، با یک شخص خوب ملاقات داشته باشیم، یک سفر خوبی داشته باشیم، تا اینکه آینده ما روشن بشه. بله. گذشته را صلوات، آینده را احتیاط. نام خدا. جناب شهابی صاحب، پیام برای جوانان عزیز یادآور شدن. مجددا سپاسگزاری بکنم از همه عزیزانی که مشوقگر بنده و مشوقگر جناب شهابی صاحب و تمام دوستان ما هستند. پدرجان عزیزم، مادرجان، فامیل، دوستان و اقارب که واقعا همیشه مشوقگر بنده بودن و همیشه مشوق کردن مر، جدار سپاسگزاری بکنم از شما جناب مدیری موفق. شکر. همکاران عزیز در بخش تکنیک و تمامی بیننده های عزیز که همکنون از شبکه جهانی ملی مار بیننده هستن، جا داره سپاسگزاری بکنم و خداوند حافظ و نگهدار شما. تشکر از هر دویتان که به سی جی سلام صبح بخیر تشریف آوردین.